اداره بازرس ویژه ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان سیگار در گزارش تازه‌ای گفته است که طالبان به طور غیر مستقیم به کمک‌های ایالات متحده در بر بخش آموزش دسترسی دارند. سیگار افزوده است که سیاست‌های آموزشی این گروه باعث کاهش علاقه دانش آموزان برای ثبت نام در مکتب‌ها شده است. بازرس ویژه آمریکا گفته که کاهش بیش از 10% ثبت نام دانش آموزان در مکتب‌ها به دلیل سیاست‌های محدودکننده طالبان صورت گرفته است. یافته‌های سیگار نشان می‌دهد که طالبان در تأمین حقوق معلمان ناتوان بودند و آموزگاران زیادی به دلیل جایگزینی مضمون‌های مذهبی با قرائت طالبانی مکتب‌ها را ترک کردند. همچنان در گزارش آمده که تعداد ثبت نام کنندگان برنامه‌های تحصیلی دانشگاه‌های خصوصی با تسلط طالبان از 50 تا 90% کاهش یافته است. سیگار در این گزارش افزوده است که تأمین مالی آموزش و پرورش از سوی سازمان‌های غیر دولتی و ایجاد سازمان‌های تقلبی طالبان برای دریافت کمک‌های اهدا شده از طریق نفوذ و اخاذی این گروه در سازمان‌های غیر دولتی صورت می‌گیرد. سیگار همچنین گفته که تعداد مدارس دینی در حال گسترش نگران کننده است. سیگار افزوده که آمریکا به رغم نگرانی‌های قانون‌گذارانش مبنی بر دستبرد طالبان به کمک‌های بشردوستانه در 2 سال گذشته بیش از 2.3 میلیارد دلار به افغانستان تحت حاکمیت طالبان کمک کرده است. دکتر مهدی عارفی کارشناس مسائل سیاسی از بخوم آلمان با ما هم هستند. آقای دکتر سلام عرض ادب. سلام و احترام خدمت شما و بینندگان محترمتون. بزرگا آقای دکتر، گزارش تازه سیگار از وضعیت نظام آموزشی افغانستان و دستبرد طالبان از کمک‌های جامعه جهانی تا چه حد واقعی و نگران کننده است؟ بفرمایید. خب فکر میکنم که در نظام های و رژیم های مثل طالبان شنیدن چنین خبرهایی یک امر معمولی باشه، امر خیلی حتی شاید بی اهمیت باشه در مقایسه با سایر اقدامات و برنامه ها و سیاست های کلانتر و تاثیرگذارتری که اونا دارند و در حال پیگیریشون هستند. چند نکته مهم رو من تلاش میکنم که خیلی سریع و خلاصه خدمت شما بگم. چیزهایی که شما در خبر ذکر کردید یکی از پیامدهای خیلی طبیعی و بدیهی بود که بعد از بقدر رسیدن طالبان در افغانستان میشد انتظارش رو داشت. از بین رفتن نظام آموزشی چه در سطح ابتدایی و چه در سطح عالی و پیامدهای دیگه‌ای که این وضعیت نظام آموزشی بر کشور خواهد داشت. و از سوی دیگه بحث آمریکا هست. آمریکا از سمتی نهادهایی رو داره که اقدام به ارائه کمک‌های مالی و حتی کمک‌های غیر مالی به طالبان میکنن و از طرف دیگه خب چون نظام‌های دموکراتیک هستن نهادهای مختلفی وجود دارن، نهادی به نام سیگار هم وجود داره و میاد گزارش‌های خودش رو ارائه میکنه، در حالی که از اون سمت قضیه نهادهای دیگه ای هستند که خودشون دستن در کار ارائه این کمک ها هستند و خودشون میدونن که وقتی که کمک های هنگفت مالی به افغانستان برسه طبیعی است که طالبان اون کمک ها را مطابق با میل خودشون، مطابق با اهداف و سیاست های خودشون مصرف خواهند کرد، حتی اگر جلوه و نمیدونم عنوان بشردوستانه، آموزشی یا هر چیز دیگه داشته باشه. خیلی ساده است برای حکومت ها که بتونند نهادهای ظاهری و تقلبی ایجاد بکنند و در قالب چنان نهادهایی بیاند و کمک ها رو، بودجه ها رو به سمت دیگه منحرف بکنند. بله آقای دکتر، تغییر نظام آموزشی افغانستان و تبدیل آن به مدارس دینی جهادی در کوتاه مدت و بلند مدت چه پیامدهایی در پی خواهد داشت؟ بفرمایید. خب خیلی بدیهیه که پیامدهای منفی و مخربی خواهد داشت. چرا؟ چون در چنان مدارس مذهبی حکومتی ایدئولوژی های خاصی آموزش داده میشه و اون ایدئولوژی ها متاسفانه که بُعد افراطی و بُعد خشونت آمیز بسیار شدیدی هم دارند
و اصلا ظاهر این مدارس مدارس آموزشی مذهبی هست، ولی در واقع خیلی بدبینانه نخواهد بود اگر بگیم که در واقع چیزی شبیه به سربازخانه یا پادگان‌های آموزشی است که تلاش می‌کنند نیروهای مورد نیاز خودشون رو ابتدا از طریق ذهنی همجهت با خودشون بکنند و سپس حالا در جاهای دیگه در برنامه‌های دیگه توانمندی‌های نظامی و امنیتی هم به اونا آموزش بدن. مهم این است که در این مدارس آموزش‌های مذهبی خاصی ارائه میشه که کاملا جهت‌دار هست و کاملا با هدف ایجاد نفرت علیه دیگران. این دیگران خب گروه های مختلف رو میتونه شامل باشه، چنین ماهیتی داره اون مدارس آموزشی که طالبان متاسفانه در این دو سال حاکمیت خودشون به شدت گسترش دادن در افغانستان. تشکر میکنم از شما آقای دکتر مهدی عارفی، کارشناس مسائل سیاسی از بخوم آلمان با ما همراه بودند.